از آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه پرسیدن میشه ظهور قبل از اینکه عالم پر از ظلم و جور بشود اتفاق بیفتد؟ فرمود بله، یک شرط داره و آن این است که مؤمنین مضطرانه دعا کنن برای فرج. و ایشون صریحا میفرمودن اگر دعا نکنیم برای نجات مؤمنین همین بلاها بر سر ما خواهد آمد. امن یجیب المضطر اذا دعا. خدا تو قرآن میفرماید مضطر شدی صدا بزنی من جواب ندم؟ بیایید برنامه عادی شب قدر خودمون رو متوقف کنیم، دعاهای رایج خودمون رو کنار بگذاریم، مضطرانه برای فرج مولامون امام زمان دعا کنیم. ما تا حالا امام زمانمون نیومده چون مضطرانه دعا نکردیم. قوم بنی اسرائیل وقتی نشستن 40 روز پشت سر هم دعا کردن، زجه زدن، 170 سال ظهور حضرت موسی جلو افتاد. امام صادق علیه السلام فرمود شما همین کار رو بکنید نتیجه میگیرید، ظهور جلو خواهد افتاد. ظهور اگر جلو نیفتد چه خواهد شد؟ اینقدر بلا بر سر ما خواهد آمد تا در اثر بلا زجه بزنیم و ظهور رخ بدهد. از این ور شما اضطرار اثر معرفت پیدا بکنید و زجه بزنید در خانه خداوند متعال، میدونید چقدر قتلها و کشتارها کم خواهد شد و ظهور رخ خواهد داد؟ چجوری ما به اضطرار میرسیم؟ بلا سرمون بیاد به اضطرار برسیم. بدترین راه پیدا کردن اضطرار همین وضعیه که الان مردم منطقه پیدا کردن. باید این بلاها سر ما هم بیاد، مضطر نشدیم هنوز. همین امشب باید کار رو تمام کنیم. کسی نگه من گریم گرفت دعا کنم یا نه. وقتی زن و بچه تو بخوان غارت بکنن، دنبالت افتاده باشن، سر از بدنت جدا کنن، عراقی ها و شامی ها و یمنی ها چه فرقی با بچه های ما دارن؟ دیگه تو دنبال گریه کردن هستی؟ من حال عبادت داشته باشم یا نه؟ بگو من رفتم فریاد بزنم، زجه بزنم، خدا آقای من رو برگردان. مجلس اضطرار تشکیل بدیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء بخوانیم. الحمدلله صدقه سر شهدا، رزمندگان، خوبان، ما الان امنیت داریم، اضطرار در اثر بلا نداریم. فداتون بشم، الهی دورتون بگردم. مردم عاقل و فهمیده و بصیر، بیایید با فهممون، با عقلمون، با تجربهمون مضطر بشیم. فکر کنیم، فکر کنیم، با معرفت به اضطرار برسیم، بفهمیم که بدون امام زمان ارواحنا له الفدا ما هم در این مملکت آب خوش از گلویمان پایین نخواهد رفت. چون تا ظلم در عالم هست نمیگذارن ما اینجا راحت زندگی کنیم. 35 سال داریم تجربه میکنیم، دارن قتل عام میکنن تو منطقه به خاطر ما، به خاطر یعنی راه ما. خب ما چیکار کنیم مردم عراق و قتل عام نکنن؟ دیگه یا حسین نگیم، دیگه قدرت امام حسین رو به نمایش نگذاریم، چیکار کنیم؟ حرم ها رو بهشون بدیم، حرم ها رو نابود کنن کوتامیان، چیکار کنیم؟ بعد نوبت ماست، بعد حرم امام رضا رو بدیم. کسی یا حسین بگه باید سرش رو ببرن، چون اونها دیدن قدرت یا حسین رو. میتونی عقب نشینی بکنی؟ با فکرت مضطر شو، نه با بلا. تو رو خدا من دست گناهکارهایی که تو مجلس، نعوذ بالله یه کسی مثل من گناهکار باشه، میبوسم، میگم گناه تو در نظر نگیر، آقا تو صدا بزن، حرف تو خدا میخره. مگه هور نبود شمشیر کشیده بود به صورت حسین؟ یه لحظه اومد گفت آقا میخوام کمکت کنم، آقا فرمود قبوله.
من گناهکار میگم یبن الحسن، امشب میخوام کمکت کنم، امشب میخوام تو رو کمک کنم. کجایی آقا؟ امشب سحر اگه منادی صدا نزنه، ما کم گذاشتیم برا مهدی فاطمه، ما کم گذاشتیم، ما کم گذاشتیم برا آقا، ما آسایش زده به دلمون، ما قصه سربریده ها رو نمیخوریم، مقصر ماییم. بیاید داد بزنیم کارو تموم کنیم امشب. چی کار کنیم؟ مجلس اضطرار تشکیل بدیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بخوانیم با فکرت مضطر شو، نه با بلا. فکرت